الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعترته الطيبين وآله المعصومين فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعه ولا تلحقنا فيه سعمه. در این دعای شریف یازدهم از حضرت حق تقاضا فرمود که پروردگارا ای خدایی که ذکرت شرف ذاکرین است، شکرت سعادت برای شاکرین است، طاعتت نجات برای مطیعین است، بر پیغمبر و آل پیغمبر درود بفرست و دل ما را مشغول کن به یاد خودت به جای یاد دیگران و زبان ما را به شکر خودت به جای شکر دیگران و اعضای ما را به طاعت خودت به جای طاعت دیگران. در این فرازی که ما نحن فی هستیم عرضه می دارد اگر برای ما فراغی تقدیر کردی، فراغ از مشغله، حالا این مشغله ذکر یا مشغله دیگر، یک فراغتی، یک مرخصی برای ما تنظیم کردی، این فراغت را فراغت سلامت قرار بده که در آن رنج یا گناه سراغ ما نیاد و در آن لا تلحقنا فیه سعمه، خستگی و فرتوتی عارض ما نشود. در مفردات این جمله نکاتی رو عرض کردیم. فَإِنْ قَدَّرْتَ به معنای قَدَيْتَ و حَكَمْتَ بود و عرض کردیم که قدر و تقدیر اون مرحله بعد از قضا و حتم، مرحله اجرا و تحقق هست. در خلق کل شیء فقدره، یقدر اللیل و النهار که اصل ایجاد آنها و تقدیر آنها که گفتیم یک نوع تزییق و هندسه درش نهفته است. جمله بعدی عرض کنم خدمتتون به این که جمله فراغ بود و ما مفصل قبلا درباره قضا و قدر و تقدیر و ارتباط آن با بحث اختیار صحبت کردیم. در فراغ گفتیم یک حالت خلاصی و راحتی از اشتغالات، یک حالت ترخیص و خلع که نمونه های قرآنیش رو بیان کردیم و گفتیم فراغ کل شیء به حسبه. در ربنا افرغ علینا صبرا، در اصبح فؤاد ام موسی فارغا، سنفرغ لکم ایها الثقلان، که یک نوع جدایی از هموم و تشویشات اشتغالات، این رو میگن فراغ. اگر برای ما فراغی رو خواستی که اون حالت تخلی و نداشتن دغدغه، خب محور بعدی عرض کنم خدمتتون که مرحله جمله شغله که در ابتدای این دعا تفصیلا بیان کردیم. شغل به ضم الشین والغین و یا شغل به سکون الغین، شغل، شغل و شغل نقطه مقابل فراغه. فراغ اینه که انسان
دیگه یک اهتمامی بر کاری نداشته باشه، شغل نقطه مقابل او هست. حالا هر نوع کاری به حسب انسان و عرض کنم بگیم قلب فلانی مشغول، یعنی تپش داره، انسان فلانی مشغوله، فلانی فلان زن مشغوله، یعنی همسر داره، فلان مثلا منزل مشغوله، اینها رو قبلا بیان کردیم. نقطه مقابل فراغ، یعنی اگر که مشغول نباشه فارغه، یعنی این قلب عرض کنم به این که درگیری نداره، این خانه عرض به این که اقتضای سکونت داره، وقتی مشغوله خو اینجوری نیست. نقطه مقابل از این دو از هم معناشون فهمیده میشه. ان قدرت لنا فراغا من شغل فجعل، خدایا قرار بده. این جعل الهی یعنی چی؟ قرار بده، این جعل یعنی چی؟ بحث امروز. این جعل عرض کنم به این که همون معنای قریب به تقدیر و تقریر و تدبیره. در حقیقت یک شیئی رو در حالتی که هست حالت دیگر به او دادن بعد از خلق و تکوین، این رو میگن جعل. مثلا میبینید خدا میگه جعل الشمس والقمر نورن، یعنی شمس و قمر خودشون یک ماهیتی دارن، اینا رو که ایجاد کردم اینا نور، یعنی هویت نوری به اینها دادم، که ببینید یه حالتی به اونها داد، حالت نورانی. این جعله. جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده، برای شما از همسرانتون فرزندان و نوه ها قرار دادیم. بینید زوجیت هست، بعد این یک جعله که یک نوع تدبیر کرده، یعنی برای زوجیت به اقتضای زوجیت فرزندان قرار داده و بعد اولاد و نوه قرار داده. جعل لکم السمع والابصار والافئده، خدا خلق کرده بعد گوش و چشم و افئده قرار داد. جعل الارض رواسی، این اقتضای خلقت خود زمین یک مطلبه، بعد این حیث راسی بودن، میخ بودن زمین. یا همین آیه ازدواج معروف خود ما که من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده. خداوند از آیات خودش قرار داد زوجیت را در بین انسان ها برای آرامش انسان ها و خب خواسته باشن آرامش پیدا کنن، مثل دو تا سنگی نمیتونن کنار هم دیگه باشن. خدا در اینها جعل محبت کرد. این جعل عزیز من یعنی همون یک نوع تقریر خاص، یعنی یک نوع تدبیر خاص. بله عرض کنم بین که یعنی یک حالت خاص دادن. این دو تا زن و شوهری که جدا بودن، بیگانه بودن، درشون جعل مودت کرد، یعنی یک حالتی دیگر غیر از اون حالت قبل، غیر از اون حالتی که خانه پدر و مادرشون بودن، به اونها داد، یک نوع تعاطفی بین اونها قرار داد. این رو بهش میگن جعل. عرض کنم خدمتتون گاهی این جعل یک مقام و منزلت عرض شد به این که تکوینیست، گاهی بعد اون مثل جعل شمس مربوط به جعل شمس و القمر نورن، اینو تکوینی بود. گاهی بعد تکوین از جعل فیکم انبیاء، از جعلکم خلفا، خلقتون کرد بعد خلیفتون قرار داد. جعلنا معه اخاه هارون وزیرا کلن جعلنا صالحین، جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، که اینها در اینها هم یک نوع جعل و تسییر و تغییر و تدبیره. یا اینکه گاهی وقتا این جعل در مسائل تشریعی است، فقط جعلنا لولیه سلطانا، من قتل مظلومن، کسی که مظلوم کشته شه ما برای ولی او سلطان
حق خون قرار دادیم برای ولی او. ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، خدا قرار نداده فرزند خوانده های شما را اولاد شما. فرزند خوانده های شما فرزند خوانده هستن، اولاد شما نیستن ارث بخوان ببرن. یا ول بدن جعلنا حالکم من شعائر الله، ما بدن را یعنی شطور قربانی را از شعائر الهی قرار دادیم. که ببینید اینها در دو احکام الهی و تشریعات الهی است. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم، این جعلها جعلهای در مقام تشریعه. و گاهی وقتا خود انسانها، در خود انسانها جعلیاتی که در خود انسانها هست، مثلا یجعلون اصابعهم فی آذانهم. خب اینا حرف قرآن رو که گوش میکردن انگشتشون رو تو گوششون میکردن که نشنون. این جعله. یعنی چی؟ یعنی میشنیدن، این حالت خودشون رو تبدیل میکردن به نشنیدن. یعنی او جعله، یعنی تغییر میدادن، یک تغییر جدید برای خودشون میکردن، تدبیر جدید برای خودشون میکردن بیچاره ها. یجعلون مع الله الهن آخر. عجب، بله. جعل بینکم و بینهم ردمن، جعل سقایته فی رحل اخیه. جعل که اون عرض شد بینگی میزان را، اون چیزی که کیل میکردن، اون رو قرار داد در اون بار و بونه برادرش بنیامین. فجعلی سرحن لعلی اطلع الى اله موسا، جریان فرعونه که میگه برای من یک چیزی بساز، عرض کنم خدمتتون که من برم اون بالا شاید خدای موسی رو ببینم. مسخره میخواست بکنه که اینها این جعلیاتی که در باره انسان اطلاق میشه، جعلها، این همه اینها یک نوع معنای تدبیر و تقریر و یک حالتی بر حالت دیگر درش نهفته است. در خب خوی نکته جدیدی برای ما بود. پس این جعل شیخنا به معنای خلقت ابتدایی نیست، جعل یک حالتی بعد حالت دیگر هست. انقدر تلنا فراغن من شغلن، یعنی وضعیت ما را اگر خواستی عوض کنی و ما یک شغل که داشتیم از این اشتغال دست برداریم، فراغی برامون حاصل بشه، فجعله فراغ سلام. این حالت جدید را که جعل میکنی، این رو فراغ سلامت قرار بده. پس عرض کنم خدمت شما به این که نتیجه بحث این شد که جعل یتحقق مفهومه، مفهوم جعل وقتی محقق میشه که منسوب میشه به آثار تکوینی، لوازم او، خواص تکوینی، و درش تقریر و تقدیر و یک نوع عرش و تدبیر و حکم نهفته هست. حالا هر کسی به حسب خودش، در انسان باشه، در خداوند متعال باشه، در رتبه خلقت تکوینی باشه، در رتبه احکام شرعی باشه، که عرض کنم خدمتتون به این که همه اینها معمولاً بعد از یک حالتی حالت دیگر، معمولاً جعل در اینجور جاها به کار میره. خب این نکته خیلی مهمی بود که از نظر علمی ما متوجه بشیم که در قرآن و در جاهای دیگه جعل که میاد، جعل قرار داد، یعنی مثل یک چیز دیگری بوده، حالا بعد میخواد چیز دیگری بشه، این تقریر دیگری بشه. خب عرض کنم خدمتتون به این که این از این مطلب، این مطالبی که عرض کردیم به اندازه نیاز مطرح کردیم در التحقیق جلد 2 صفحه 90 بود. در جمله بعدی عرض کردیم به پروردگار متعال که اگر تقدیر کردی برای ما فراغتی را از اشتغالی، از اشتغال به ذکر خودت، شکر خودت، طاعت خودت، خواستی به ما مرخصی بدی، فجعله فراغ سلامتن، این فراغت ما را، یعنی این نداشتن اشتغال ما را، این را، این تغییر حالت ما را، اینو در یه حالت سلامت قرار بده، این رو یک فراغت سلامت جعل کن. خب این سلامت چیه آقا جان؟ این سلامت یعنی کسی که خالص از آفاته، رهای از آفاته. ریشه یه سلامت در حقیقت در مقابل ماده سلامه، در مقابل ماده خصومته.
خصومت یعنی گرفتار، درگیر. سلامت یعنی نبود درگیری. البته لازمه معنای سلامت حالت صلح و حالت رضا، و وقتی سلامت باشه صلح هست، ای که همه چی به طبق میل و انقیاد هست، وقت رضا هست، اینها هم جز لوازمشه. ولی معنای خود سلامت یعنی نداشتن درگیری و خلاص بودن از آفتها. خب این نبود آفتها گاهی ملاحظه میشه به نسبه به خود شی، به ما هو آفت و گرفتاری و خصومتی درش نباشه، درگیری توش نباشه، گاهی به لحاظ غیر که از جای دیگه تحمیل نشه. این معنای عرصت به این که سلامت اگر حاصل شد لازمه اش حالت اعتدال برای انسانه، حالت نظم برای انسانه، مزاج آدم، وجود آدم اگه سالم بود متعادله، اگه سالم بود منظمه، اگر سالم بود دیگه محفوظ از نقصه، از محفوظ از عیبه، محفوظ از مریضی هست، محفوظ از آفات هست. اینها اختزاعات لوازم عرصت سلامته. وجود سالم لازمش اینه که اینجوری باشه، اگر ندیگه سالم نیست. پر ریشه معنای سلامت و ماده اصلیش اون نداشتن درگیری. این نداشتن درگیری یعنی یک وجود متعادل منظم محفوظ از نقص و عیب. خب عرصت به این که این سلامت گاهی در اون اصل وجود شیء، گاهی در اجزاء شیء، گاهی بالاخره وجود طرف سالمه، عضوی از اعضایش، جزی از اجزایش، بخشی از روحیاتش درگیر میشه و سلامت نداره. توجه فرمودین؟ به خاطر این که گاهی اگر اشکالی و نقصی در اعضاء آدم باشه، این باعث میشه که خود اون وجود او هم تحت تأثیر قرار بگیره. ولی اگر همه اعضا سالم بود، یک نظم و یک وفاق و یک سلامت و یک امنیت و یک راحت در کل وجود حاصل میشه. فَإِنْ قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاغًا مِنْ شُغْلٍ فَجْعَلْهُ فراغ سلامتٍ. خدایا اگر برای ما فراغتی تقدیر کردی، یک وقتی مرخصی و راحتی برای ما خواستی قرار بدی، این رو فراغ سلامت قرار بده. که بعد میفرماد که یعنی چی فراغ سلامت؟ لا تدرکنا فیه تبعه. این معنای سلامت لازمش اون عرض کردیم، عرض این اعتدال و امثال ذالکه، که اینها جزء لوازمش هست و تخلص از آفات و نجات از آهات و امثال ذالک، این هم اشاره اش لازم بود. نکته دیگر بعد فجعله فراغ سلامت لا تدرکنا فیه تبعه. لا تدرکنا، آقا این لا تدرکنا، این درک و این ماده، این چی هست؟ درک، اتفاقا تأمل کردم که آیا ما این رو بررسی کنیم یا نه، دیدم خیلی نکته مهمی توش هست. درک برخورد چیزی با چیزی، رسیدن چیزی به چیزی، احاطه چیزی به چیزی، این رو بگن درک. حالا چه امر مادی چه امر معنوی. عرض کنم به این که چه اون چیزی که درک کننده است و یا درک شونده به لحاظ او، حتی اگر در رابطه با خورشید میگیم لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، خورشید
سزاوار نیست که درک کند قمر را. درک کند قمر را یعنی وصول پیدا کنه، یعنی احاطه پیدا کنه. عالم به هم میخوره، کهکشان ها اینها اگر حرکت میکنن بر مدار خودشون، اینها به هم اصابت کنن، نظم این عالم به هم میپاشه. نه خورشید به اون بزرگی و ماه به اون عظمت، نه ستاره های به اون عظمت، هر کدوم در مجرای خودشون حرکت میکنن، به هم نمیخورن. نه بابا، یه دونه اتم، یعنی کوچکترین ذره عالم، باز در درون اون سه خصوصیت عرض شد بین که نترون و پروتون و هسته مرکزی هست. اینها به دور اون هسته مرکزی این دو در حرکتن و حرکت مشخصی دارن که اگر حرکت یکی از اونها متوقف بشه یا کند بشه، این باعث میشه که انفجار حاصل بشه. جناب اینشتین اگر مسئله اتم رو کشف کرد، همین رو کشف کرد. و الان این مسئله هسته‌ای و این سانتریفیوژ ها و نمیدونم چه و امثال ذالک و این سرصدا و معرکه‌ای که در دنیا هست و این استراب و این ترس از مسئله اتم و این فایده های زیادی که در جای خودش داره اگر این اتم مهار بشه، استفاده از قدرت اتم، اما از اون طرف پرهیز از تخریب اتم، این به خاطر این است که باید اینا این مواظبت باید باشه که این اشیا که درک میکنن هم رو کجا درک کنن هم رو، که اگر کجا درک کنن هم رو نفع به بشر، و اگر کجا درک کنن هم رو یعنی اصابت کنن به هم، ضرر برای بشر هست. این درک لهوغ و شیئن به شیء، لذا خدا فرمود لشمس ین بقی لها ان تدرک القمر، خورشید سزاوار نیست که درک کند قمر را. یا در تو خود ذات مقدس حق فرمود لا تدرکه الابصار، چشمهای مادی خدا را درک نمی کنه، یعنی احاطه نمی کنه، وصول پیدا نمی کنه، به خاطر اینکه این چشم مادی که خدا را بخواد درک کنه، خدا میشه مادی. که اینما تکونو یدرک کم الموت، هر جا که باشید مرگ شما را درک می کنه. یعنی چی؟ یعنی وصول میکنه به شما، میرسه به شما، عجین میشه با شما. شیخنا نکتتون لطیفتون، در رابطه با اهل جهنم اگر میگیم درک، همون گونه که بهشت درجات دارد، جهنم چی دارد؟ درکات دارد. برای چی گفته میشه برای جهنمی ها درک؟ نیست ارشد به این که آقای سلطانی ظاهرن دیگه کلن مخفی شده نیست. بله، خب عرض کنم که آقای حسینزاده احوال آقای سلطانی رو ببرس، احیاش کن، کجاست آقای سلطانی؟ یا اگر هست با شماره دیگری اومده. عرض کنم که آقای موسوی، آقای حیده، این درک که در رابطه با منازل اهل نار میگیم، به خاطر این که درکات دارن، از این جهت هست که این منازلی هست که اهل جهنم به آن میرسن. جالبه نقطه ریشیابی این که چرا برای جهنمی ها گفته میشه که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین در درک اسفل از نارن. درک یعنی ما یدرکونها، درک یعنی ما یلحقون بها. بله، از این حیث گفته میشه درک، یعنی اینها با هم دیگه عجین میشن، اینها مال اونجا هستن. همون گونه که برای مؤمنین هم درجاتون درجاتن، اینا درکاتن، یعنی به هم عجین میشن، به هم میرسن. پس نکته لطیفی درباره درک فرمود لا تدرکنا فیه تبعه، یعنی این تبعات به ما نچسبه. حالا تبعه رو معنا خواهیم کرد، این تبعات با ما عجین نشه، بله، احاطه پیدا نکنه، ملحق به ما نشه، عجین با ما نشه. لا تدرکنا، خدایا فراغ ما را فراغ سلامت قرار بده،
اگه فراغ قرار دادی برای ما، خواستی مرخصی در خلع قرار بدی ما را، این خلع خلع سلامت باشه، نه اینکه یک تبعه بیاد سراغ ما و به ما ملحق بشه. ملحق بشه یعنی عجین بشه، یعنی واصل بشه. این هم از مفهوم عرض کنم بین که درک و تدارک و اینها. بعد فرمود که لا تدرک نافیها تبعه. تبعه را هم معنا کنیم باقیش شاید بمان. ریشه ماده تبعه از همون تبعیت و تبع به معنای قفو یعنی پشت، عرض شد بین که و حرکت خلف شیئی، پشت شیئی، پیامد، پیامد شیئی، این میشه تبع. حالا گاهی مادی، گاهی معنوی، گاهی عرض شد به این که یک عمل هست، گاهی یک فکر هست، گاهی یک عرض شد پیروی از یک فکر میشه، گاهی وقتا پیروی از یک عمل میشه. عرض شد به این که میگن تبعت و فلانن، من تبعیت کردم از فلانی. کی میگن تبعیت کردم؟ وقتی که پشت سرش حرکت بکنی، یا این که حرف او رو بزنی، یا این که اندیشه او رو داشته باشی، نتبعید. و اتباع هم اگر گفته میشه که در باب افتعال، این اتباع هم همون حرکت در پی یک کسی بل اختیار بل اراده، عرض شد به این که معنای باب افتعال هم همون حالت مطاوع و طرفینی و مطابعت و اینها هست. عرض شد خدمت شما به این که یعنی حرکت به وفق دیگری، پی دیگری. خلاصه در تبعیت قفو و خلف، عرض شد بین که خلف شیئی، پشت شیئی حرکت کردن نهفته است. حالا عملیان او فکریان، عملیان او فکریان اخلاقیان، این اصل ماده تبعه یتبع او. عرض شد بین که تبع معنی مستریش. اما این تبعه شیخنا، اینجا کلمه تبعه آمده. این تبعه چی هست؟ تبعه رو فرمودن که ظاهرا تبع بوده، یعنی بر وزن خشن، صفت مشبه هست دیگه، خشن. دوش از صفت مشبه رفت سخن، کرد از عددش کسی سوالی از من که صفت مشبهه چیه و چند تاست. گفتم خشن و صعب و ذلول است و شجاع، اونگاه شریف است و حسن. خشن و صعب و ذلول است و شجاع، اونگاه شریف است و حسن. شش تا صفت مشبهه. تبعه اصل ریشش همون تبع هست بر وزن خشن. پتا چیه؟ این تا لزیادت الاتصاف. این وقتی یک کسی رو میخوان بگن خیلی پیروه، میگن عرض شد به این که این کلمه تا رو میگذارن، صفت مشبهه رو با تا متتا میکنن، متتا یعنی تا بر سرش میگذارن، که نشانه عرض شد به این که زیادت اتصاف در تبعیت. مثل خیلی جاهای دیگه که تا برای کسرت میاد، گاهی برای زینت میاد، اینجا فرمودن که این تبعه ریشهش همون تبع بوده. اون تای دو نقطه آخرش برای زیادت اتصافه. یعنی عرض کنم به این که ما یتعقب لشیء، تبعه یعنی اون چی که پیامد پیش میاد، پیامد برای کسی پیش میاد. لا تدرکنا فیه تبعه، پروردگارا برای ما یک سراغت سلامتی قرار بده که شامل حال ما نشود تبعه. خب این تبعه از نظر لغوی این
نظر معنوی یعنی چی؟ معناش چیه؟ تبع بر وزن خشن معناش چیه؟ تبع رو فرمودن که عرض کنم ما فیه اسمون یتبع به، یعنی یک چیزی که توش گناهی باشه که این دامنگیر آدم بشه. برای اساس این معنا لا تدرک نا فیه تبعه، یعنی این فراغت ما یک فراغتی باشه که توش گناهی نباشه که این گناه بعد درد سرساز بشه برای ما، اسمی و گناهی نباشه که بعد پیامد داشته باشه برای ما، درد سر داشته باشه برای ما. طبیعتا گناه اینجوری هست. بعضی از اهل لغت اینجوری معنا کردن تبعه رو. خب ما باید فرمایش حضرت سجاد رو بفهمیم دیگه. لا تدرکنا فیه تبعه یعنی چی؟ شامل حال ما نشود، واصل به ما نشود تبعه. معنی عرض شود به این که ریشیابی لغویشو کردیم، معناش چی میشه؟ یک معنا که کردن اسمون یتبع به. بعضی هم فرمودن به این که تبعه اطلاق میشه بر اون چه که انسان دنبالش میرود، من از عرض شود به این که من ظلامتن و نحوها، یعنی از چیزها به صلاح گرفتاری ها، ناراحتی ها، عرض کنم که چیزهایی که دامنگیر آدم شده، اون چی که آدم دنبال اینها میره. لا تدرکنا فیه تبعه. اشکالی نداره هر یک از این دو معنا رو که ما بگیریم بر اینجا منطبقه. معنای اول میتونه با این مقام ما سازگار باشه که پروردگارا برای ما یک فراغتی از شغل قرار بده که اون فراغت فراغت سلامت باشه، فراغت نباشه که همراه شود با ما یک گناهی، گناهی که بعد مایه عرض شود بین که درد سر ما بشه و پیامد داشته باشه. معنای دوم خدایا برای ما یک فراغت سلامتی قرار بده که ما در اونجا دیگه گرفتار بدبختی ها و درد سرهای دیگر نباشیم، فارغ از حیث اینکه گناه باشه. نه، آدم گاهی وقتا یک عرض کنم به این که گرفتاری ها و تشویش ها و بدبختی های دیگری سراغش میاد، این هم میتونه باشه. بله، گاهی وقتا پلشت میشه زندگی، گاهی وقتا به خنس میفته زندگی. بحث گناهی نیست، زن آدم مریض بشه، بچه آدم مریض بشه، بی برکتی میاد، عرض شد به این که بی حالی میاد، یک زلزله ای میاد، یک سیلی میاد، یک مشکل سیاسی میاد، یک مشکل اجتماعی میاد، هیچی، روحی آدم به هم میریزه، میخواد رفته سفر، یک تفریحی بکنه، یک فراغت حاصل بشه، یه اتفاق میفته که به جایی که کیف کنه، کیف پدر آدم رو در میاره. بله. لا تلحقنا فیها تبعه. تبعه به معنایی که گناهی که پیامد داشته باشه. تبعه نه، یک عرض کنم به این که گرفتاری های اینجوری خدایا شامل حال ما نشه. اگر برای ما فراغی مقدر کردی از اشتغالات عبادی و ذکر و اینها، این فراغ را فراغ سلامت قرار بده، نه فراغی که همراه با تبعه باشه به معنای گناه که آثار اون گناه دامنگیر آدم بشه، و یا نه یک گرفتاری های دیگر، بدبختی های دیگر. این هم از معنای تبعه. خب الحمدلله تا حالا چند تا از این مفردات رو معنا کردیم. این ارشد ولا تلحقنا فیه سعمتون، و ملحق نشود به ما سعمه. این لحوق رو هم که معنای لطیفی توی معنای الحاق هست. بله، خود منم درک میکنم که علی‌ای‌حال پرداختن گاهی به مفردات
یکم بحث رو خشک میکنه، اما بعد که روی هم این مفردات رو انسان درک میکنه لذت میبره که معنای فرمایش حضرت سید الساجدین رو خوب درک میکنه. عرض کنم که این بحث لحوق و بحث سعمه انشاءالله للکلام تتمتون فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.